درود بر شما همراهان خوب مردم خبر، شما بیننده بخش خبری ساعت 9 هستید و بعد از اینکه کاخ سفید اعلام کرد شماره تلفن رو در اختیار سوئیس قرار داده تا دولت ایران بتونه با استفاده از اون با آمریکا تماس بگیره، کاربرها هم اومدن با این خط تلفن شوخی کردن و گفتن وضعیت الان ترامپ در کاخ سفید. حسن زنگ ساکت باشید. سلام جناب، خسته نباشید. شرکت سلام جان، ایران تماس میگیرم. ما یه تعداد شیر تصفیه داریم که هم روی افتاد هم نصب میشه هم روی شیر نصب میشه. اگر اینو استفاده بکنید و این شماره غیر از حسن به کس دیگه دارید مگه؟ پس چرا زنگ نمیزنه که؟ خیلی مغروره خدایی. و بعد از پخش آهنگ ساسی مانکن و کلیپ های جنجالی و انتشارش از مدارس، حالا کاربرها ویدیوی دیگه‌ای منتشر کردند و گفتن تا حالا از این زاویه به این آهنگ نگاه نکرده بودیم. آقای مسئول مجلسی، آیا این موزیک مناسب این سنه که داره در مدارس پخش میشه؟ بله 100%. محتوای این موزیک بزرگ و کوچیک نمیشناسه. شعر این کار در دو سطح، سیاسی و اجتماعی قابل بحثه. یک، شور و شعف و آمادگی جسمانی در عین گرانی ها. دو، تشکر از مسئولین به دلیل عملکرد مناسبشون. بدن رو ببین جون بابا. یعنی بدن آماده است. بدن چهره. خودتو بلرزون بابا. یه تکونی به خودت بده. غم و غصه‌هات رو بریز بیرون. کاغذ آچار الان بسته 64,000 تومان. پول نداریم امتحان بگیریم از بچه‌هامون. پس غمباد میشه توی بدن. یه تکون میدی میریزه بیرون. تمام شد راه. واسه زنگ زدنات مرسی. واسه پیگیریات مرسی. یعنی مردم مطالبه گرن و مسئولین پاسخگو. بعد شاعر چی میگه؟ میگه که سلامتی اونا که بالان. بالا کی هستن؟ مسئولا. مسئول خوب باید بر سلامتیش دعاش. پس این پرونده تو دست شما چیکار میکنه؟ پرونده من شروع شرف رو تو جوانامون دیدم حوض کردم، مجدد ثبت نام کنم، از دبستان انشالله شروع کنیم و بریم بالا. واقعا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودیم تا حالا. بریم سراغ خبر بعدیمون. کنایه مهران احمدی هستش به اختلاسگران در واکنش به مشکلات یک بیمار جزامی. چند بار پیش اومده تو زندگیت که شرمنده زن و بچه باشه به خاطر بیپولی؟ مشکلات هر ساعتش چیکار کنم دیگه؟ قسمت من اینه. هر صورت روی دوستانی که اختلاس میکنن، دزدی میکنن، مال مردم رو میخورن، روی اونا سیاه فقط همین، یعنی چیز دیگه ای نمیشه گفت آقای فاطمی. بله روی اون دوستانی که اختلاس میکنن و من ما مال خودمون از گلومون پایین نمیره. آب خوش ایشالله از گلوی هیچ اختلاسگری. اونایی که پولا رو برمیدارن میرن کانادا، جاهای مختلف، پایین نره و پایین نخواهد رفت. آقای احمدی، آه امثال آقا محسن همیشه پشتشون هست. ولی مطمئن باشید آقای احمدی، ما و همه مردم ایران که اکثرشون مردم هموطن دوستی هستن پشت شما هستن. اما اظهارات عراقچی به اینستاگرام زرقامی هم رسید. مطلب و تصویری رو منتشر کرده تحت عنوان مهمان نوازی و نوشته سالیان طولانی است که با افغانستانی ها زندگی می کنیم. آنها سخت کوش، متدین و وظیفه شناس هستند. آنان سربازان ملت ایران نیستند، بلکه همکارانی پاک و دوست داشتنی هستند. سخنان جناب عراقچی با هر انگیزه که بوده باشد قطعا به لحاظ رسانه ای باعث رنجش این عزیزان خواهد شد، به ویژه آنکه آنان نقش مهمی در امنیت منطقه و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران دارند. این هم از واکنش پیج اینستاگرامی زرقامی و به اظهارات عراقچی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما خوبان با مردم خبر در تیوی آنلاین باشید.